إلى محافظة المهرة شرق اليمن قام کریستوفر هنزل سفیر آمریکا نزد دولت مستعفی منصور هادی همراه با محمد آل جابر سفیر سعودی به استان المهره یمن سفر کرد. دولت نجات ملی یمن در صنعا این دیدار را محکوم کرد و آن را زمین سازی برای باز کردن جای پای آمریکایی‌ها و اجرای طرح‌های اشغالگرانه مشترک با رژیم صهیونیستی دانست. لعل فی زیارت السفير الامريكي دیدار سفیر امریکا از استان المهره کاملا نشان داد که امارات و عربستان چیزی جز ابزاری برای اشغال سرزمین یمن توسط امریکا نیستند. زیارت هؤلاء السفراء این دیدار را باید در چارچوب اقدامات دیگر متجاوزان تفسیر کرد. آنها در استانهای اشغالی رفت آمد کرده و هیئت‌های محرمانه اعزام می‌کنند، اما بدانند که نمی‌توانند یمن را اشغال کنند. ملت یمن برای استقلال خود خون داده و جانفشانی کرده و دشمنان را طرد خواهد کرد. نتیجه دیدار سفیران آمریکا و سعودی از استان المهره اعزام نیروهای نظامی آمریکایی و سعودی به سواحل این استان بود. در همین حال فرماندهی مرکزی آمریکا هم از برگزاری رزمایش دریایی در نزدیکی سواحل شرقی یمن با هدف آنچه افزایش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم خواند خبر داد. شرق یمن اهمیت راهبردی دارد و از آنجا میتوان دریانوردی از طریق دریای عرب و اقیانوس آرام را کنترل کرد. از روز نخست تجاوز آمریکایی سعودی اماراتی به یمن مشخص بود که اهداف زیادی از جمله طرح‌های اقتصادی در دست اجراست. آنها می‌خواستند یمنی‌ها نتوانند منابع خود را استخراج و از آن استفاده کنند. پیام این دیدار آن بود که به دنیا بگویند توانستند بر بخش مهمی از یمن مسلط شوند، اما فرزندان این استان‌ها اشغالگران را با مقاومت مسلحانه اخراج خواهند کرد. و الى جانب الاطماع والمصالح الامريكيه والصهيونيه در کنار تمام‌ورزی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تسلط بر مواضع راهبردی یمن، عربستان هم سعی می‌کند خطوط لوله نفت خود را از طریق استان المهره یمن به دریای عرب برساند. همه این تمام‌ورزی‌ها با مخالفت‌های قبیله‌ای و مردمی در استان المهره مواجه شده است. معترضان به شدت اشغال این استان را محکوم و اعلام کردند. مقابله با حضور بیگانگان در این استان را حق مسلم خود می‌دانند. عبدالله یوسفی، خبرگزاری، سیدا وسیم، صنعا.